بسم الله الرحمن الرحیم. بیننده های عزیز سلام و وقتتان بخیر. حمید حضرت در مورد خراسان کمی کوتاه صحبت میکنم. 4-4-2 بازی میکنه عبدالله حیدری، این تیم رو به میدان فرستاده. رستم رحیمی، فرهاد باتور، مرتضی جعفری، شمس الله سید، نصرت الله اسکرزاده، رامین احسان، رمضان محمدی، نوید الله برادی، فرید احمد، بهرام شیرین سخن و ضیاء الحق نیازی در ترکیب تیم فوتبال خراسان فاریاب هستند. در ترکیب تیم سرخپوشان هم امید حیدری، در ترکیب تیم فوتبال خراسان که ترکیبش رو گفتیم، اما در عین امینه ملت علیزای، اهل الله درمان، خلیل احمد بادشاه، محمد نعیم رحیمی، سید رؤوف سادات، نصیر خان، عبدالمجید خان، راشد نظری، رومان حمیدی، احمد نبی مقدس و سردار محمد زیرک در ترکیب این تیم هستند. بازی که بین عین امینه و خراسان در 48مین دیدار از فصل سوم رقابت‌های لیگ قهرمانان افغانستان با داوری حمید محمدی برگزار میشه. شفیق حبیبی و منصور صدیقی به عنوان داوران کنار هستن و جاوید عزیزی هم داور چهارمین دیدار هست. از این لحظه رسماً منتظر شروع بازی هستیم و مقدس شروع میکنه بازی رو با همتیمه های خود، تیم فوتبال خراسان فاریاب با لباس آبی و سفید یا آسمانی سفید بازی میکنه و عینومین کندهار هم با لباس سرخ این بازی را دنبال خواهند کرد. بازی که چند ثانیه سپری شده و امید دارم که بازی جذاب، پرگل و دیدنی باشه تا از دیدن این رقابت جذاب امروز کیف کنیم من و شما. رقابتی که همچنان از طریق صفحات یوتیوب و فیسبوک آرین اسپورت هم میتونین که دنبال کنین. توپی که در اختیار اهل الله درمان بود، کوتاه پاست برای هم تیمی. دو تیم با وضعیت متفاوت با بازی امروز رسیدن. تیم خراسان هم باخته، تیم عین امینه هم. فرصت هست برای عین امینه. عین امینه کندهار در بازی اخیر خود، در حالی که حریفش 10 نفره شده بود، 1-0 بازی را برابر سرخپوشان خافی واگذار کرد و در بازی امروز به مساف تیم خراسان رفته که بازی آخر خود را در این فصل از رقابت ها باخته. مرتضی جعفری در خط دفاع، توپ میرسه به گلکیپرشان رستم، توپ را میفرسته به جایی که رامین احسان به دنبال توپ بود ولی نتونست دریافت کنه. حرکت برای بازیکنان تیم عین امینه کندهار از جناح چپ میارن به وسط جایی که عبدالمجید خان هست. امروز تیم فوتبال عین امینه کندهار سعید خان را در ترکیب خود نداره.
امروز بازیکنانی که برای تیم فوتبال عینو مینا و خراسان فاریاب بازی میکنند را بر شما اعلام کردم. از جناح چپ حرکت برای خراسانی ها، فرصت دارند، توپی که میفرستند و حالا در این سمت در خط دفاع بازیکنان تیم فوتبال عینو مینا را دیدین. این هم تصویر آقای عبدالله حیدری سرمربی تیم فوتبال خراسان فاریاب که تیم خود را به بازی امروز فرستاده، سرمربی که تیمش در آخرین بازی این فصل، البته در بازی هفتم رقابت ها برابر سرسب یاشلر شکست خورده بود. یاران عینو مینا کندهار، تصویر محمد طاهر طاهری سرمربی تیم فوتبال عینو مینا کندهار را مشاهده میکنیم. این هم فهیم شریفیار سرمربی تیم فوتبال موج ساحل است که برای تماشای مسابقه آمده تا بتانه برای بازی های بعدی تیمش تصمیم گیری درست داشته باشه در مساف و حریفان، چرا که تیم فوتبال خراسان فاریاب بازی بعدیش برابر تیم فوتبال موج ساحل هست، در حالی که عینو مینا 3-0 به تیم فوتبال موج ساحل باخته بود. کورنر یک شکل گرفته برای تیم فوتبال خراسان فاریاب، ارسال انجام خواهد شد روی دروازه ملت علیزاده. این ارسال تو فاصله داره و میره در سمت دیگر و حرکت برای راشد نظری بود. حاضر خط دفاع خلیل احمد بادشاه صاحب توپ هست. یاران عینو مینا صاحب توپ بلند میفرستن در سمت چپ میدان، حرکت رو به پیش زیرک توپی که از دست داد برمیگردن، حالا در اختیار بهرام. خط دفاع ستاره تیم فوتبال عینو مینا به خوبی توپ را کنترل کرد. اهل الله درمان زیرکی که به عنوان یک هافک کار میکنه حتی اومده تا دفاع. این هم چهره سعید خان بازیکن تیم فوتبال عینو مینا کندهار که امروز روی نیمکت نیست، حتی رفته روی سکوها و بازی را از روی سکوها دنبال میکنه. عنوان بازیکنی که محروم هست امروز. حرکت برای خراسانی ها، این ضربه ای که زده میشه و توپی که آرام آرام میره به گل کیپر میرسه.
هر لحظه به شمار هواداران افزوده میشه برای تماشای مسابقه امروز. آمدن تا بازی را از نزدیک تماشا بکنن. از جناح راست حرکت برای بازیکنان عینو مینه و نیمه تمام ماندکار. حالا پرتاب اوت برای تیم فوتبال خراسان. بازیکنان تیم عینومینه کندهار نسبت به بازی که او روز برابر سرخپوشان خاوی داشتن کم بازی آرامتر رو دنبال میکنن و کمتر تلاش میکنن برای رسیدن به دروازه حریف. میخوان که بازی کنن و بازیشان برن به سمت گل حریف. عینومینه کندهار تیم است که در این فصل نتایج خوبی گرفته. بازی امروز برایشان بسیار مهم است برای روحیه گرفتنشان، چرا که این تیم قرار است بازی بعدی خود را برابر تیم فوتبال اتک انرژی داشته باشه. اتک انرژی که امروز 7-0 حریف خود را در هم کوبید. کورنر برای یاران عینومینه کندهار. ببینید کندهاری ها از موقعیتشان چگونه استفاده میکنن. فرصت هست و گلکیپری که توپ را با آرامش جمع کرد. ارسال در جناح چپ، توپ میرسه به سردار محمد، صاحب توپ هست. کنار خود داره همتیمی خود رو پیدا میکنه عبدالمجید خان. پای خودم میخواید راست کنه ولی فرستاد به همتیمی خود در جناح راست جایی که رومان حمیدی حضور داشت. توپ میرسه به گلکیپر عینومینه کندهار و خیلی زود شروع میکنه با فرید احمد. Thank you.
سردار محمد زیرک به دلیل که یک کارت سرخ گرفته بود از ترکیب تیم فوتبال عینومینه در بازی قبلی که 3-1 تیمشان برنده شد کارت سرخ گرفته بود، البته در بازی برابر عدالت گرفته بود، به همین دلیل در بازی برابر خدیم افسی حضور نداشت. در بازی امروز دو بازیکن کلیدی خود را سرمربی تیم فوتبال عینومینه نداره، سعید خان که در برابر سرخپوشان سه کارته شد، بازی برابر خراسان را از دست داده و همچنان در بازی برابر سرخپوشان حمید نوروزی هم کارت زرد گرفته بود، سه کارته شد، بازی امروز را از دست داده. و تیم فوتبال خراسان فاریاب هم امروز دو محروم داره که سه کارته هستن، البته یک کارت سرخ داره که بازی امروز از دست داده، یکی هم سه کارته هست. محمد هارون نظری در مصاف تیم سرسبز یخشلر کارت زرد گرفت و همین دلیل بازی امروز از دست داده، سه کارته شده. و رحیم الله هم که شماره 10 بود کارت سرخی که در مصاف تیم یخشلر گرفت بازی امروز از دست داده. پرتاب اوت برای یاران خراسان فاریاب، این گونه پرتاب اوت را انجام میتن و خطا به نفع خراسان. بازیکن از ناحیه کمر خود احساس درد دارد، داور با وضعیت او رسیدگی میکنه، دوباره برمیخیزه. رمضان محمدی حالا ضربه آزاد گرفته شده برای تیم فوتبال خراسان فاریاب. عینومینه کندهار که تا اینجای کار 0-0 هست با خراسان، پشت ضربه ایستگاهی نصرت الله اسکرزاده استاده، این فرصت برگشت توپ، باز هم یک یار دیگر اضافه میشه، توپ رو برمیگردونه، ضربه ای از رامین احسان که بلند بود، این چهره شماره 9. از جناح چپ ارسالی که انجام میشه، این ضربه سر چکوشی بود، ضربه سر فرید احمد و رفت از کنار دروازه به بیرون. باز هم بازیکنان عینومینه کندهار بلند میفرستن در جناح چپ، عبدالمجید خان کنترل نتانست ولی بازیکن دیگری که توپ را رساند به او. حالا بازیکنان خراسان فاریاب با یک دیگر بازکاری میکنن در کنار خط، ضربه سر برگشتی از سوی نصیر خان، تو بلند فرستاده شده به اهل الله درمان، باز کوتاه او، حرکت رو به پیش راشد نظری، صاحب توپ هست نصیر خان، بلند میکنه در جناح راست جایی که رومار حمیدی هست،
بازیکن خوشفکر و خوش تکنیک است رومان حمیدی. صاحب توپ هست اهلا درمان، میاره به سمت چپ، اشتران حملات شنه از سمت چپ بازی سازماندهی میکنه ستاره های اینومینه کندهار. این ارسال و این موقعیت توپ بالای دروازه برخورد کرد و به بیرون رفت. فرصتی که ایجاد شد و در نهایت بازیکن روی زمین افتاد و کارت زرد برای گلکیپر تیم فوتبال حریف زده میشه. ببینید چه اتفاق افتاد، این حرکت و گلکیپر توپ را کنترل کرد اما نتونست توپ را عبور بده و در این لحظه بازیکن حریف را کشید. این ضربه ای زده شد هم از کنار دروازه به بیرون رفت. حالا ضربه آزاد برای تیم خراسان فاریاب هست. ببینیم که پشت ضربه آزاد قرار میگیره و ارسال را انجام خواهد داد. با پای چپ ارسال انجام خواهد شد روی دروازه. فرصت هست برای خراسان فاریاب. این ضربه ای زده میشه و این ضربه ای سره خوب نچسبید، نتونست که به توپ ضربه بزنه. رامین احسان این چهره آسد در جناح چپ میدان و نعیم توپ را فرستاد. بازی بسیار آرام را تا اینجای کار دنبال کردیم. زیاد دو تیم نتانستند که روی دروازه هم دیگر تأثیر گذار باشند. این ضربه زمینی و خواهی میتونن بازیکنان دور بکنن و این کار انجام میتونن. جناح راست میدان فرصت هست. امروز مقدس کم فروغتر بوده و نتونسته که از موقعیت ها استفاده کنه به نفع تیم فوتبال عینومینه کندهار. در سمت راست میدان هنوز فرصت هست. حالا رومان حمیدی پای چپ، این موقعیت برای تیم فوتبال عینومینه کندهار. ډېره زیاته مننه سروش صاحب. کور مو ودان هغه لحظه هغه صحنه چې د عینومینې لپاره یو بهترینه فرصت وه، خو له لاسه یې ورکړه. پر هڅه یې وکړله، پر ځای هڅه یې وکړله، خو یو څه له لاسه لاړ. اوس نو د میدان مرکزي برخه کې اتمه شماره لوبغاړی د عینومینې په نافه لا هم توپ دوی په خپل اختیار کې لري.
یو څه پیاوړي ښکاري خراسان لوبډلې ته. کپتان لوبغاړی د میدان په چپ اړخ کې توپ یو څه لوړ ولوبېده، خو فرصت شته، رسېږي د عینومین لوبغاړی. لا هم د دوی په اختیار کې، لا هم د دوی په اختیار کې. پاس بهترینه چانس، خو هغومره یاري نه کوي له یولسمه شمره لوبغاړي سره، دغې څېرې سره تر توپه پورې ونه رسېده. هغه صحنه تاسې ګورئ، هغه لحظه تاسې وګورئ چې احمد نبی مقدس و چې ونشه کولی توپ د خراسان د دروازې پر لور باندې ولبوي. اوس به نو لوړه توپ شروع کوئ. توپ آهسته آهسته د آمو مینې ګل ساتونکي ته رسېږي. آمو مینه په سرو جامو کې د میدان په راسته خوا کې، او خراسان لوبډله بیا آبي رنګو کالیو کې د میدان په چپ اړخ کې د لوبې ډګر ته ښکته شوي دي. د لوبې درویشتمه دقیقه، هر څه صفر صفر. کومه لوبډله به وتوانېږي چې په پوره د نویو دقو کې به د یو بل دروازې خلاصې کړي، ګولونه به ترسره کړي. تیره لوبه له ګولونو څخه ډکوله، له فرصتونو څخه ډکوله، له ښکلاو څخه ډکوله. خو روانه لوبه اوس هم له فرصتونو څخه ډکه ده. یو ځل بیا چانس موقع د عینومین لپاره، څومره یو په زړه پورې فرصت، څومره ښه راوتنه کې د خراسان ګل ساتونکی اته اتیومه شماره لوبغاړی رستم رحیمی و، څومره په زړه پورې جای موقع ورنه کړه، فرصت یې ورنه کړه د عینومین لپاره تر څو د دوی دروازه خلاصه کړي. که چیرې توپ یې تر ګلوزونو پورې نه وای رسېدلی، توپ دې د تر لاسونو پورې پوره نه وای رسېدلی، لرې دنه و چې د خراسان دروازه به خلاص شوې وله. دفاعي لوبغاړي لنډ کار کوي پر خپله ځمکه باندې. د سرو جامو خاوندان لا هم توپ د دوی په اختیار کې شته، لنډ کار کوي، آهسته آهسته سره لګیا دي. درمان لا هم درمان بیرته توپ یو څه لحظې لپاره له مرکزي نقطې څخه د دوی تر حملې لوبغاړي پورې نه رسېږي. د میدان په مرکزي برخه کې لا هم دوه لوبغاړي توپ د اوټ په طرف نه ده تللی، د لوبسار بیرغ نه ده پورته شوی. لوبه ادامه لري. اوس نو خراسان لوبډلې لپاره چانس ته فرصت شته. ګورو چې له دغه فرصت نه به څنګه استفاده وکړي. اتمه شماره لوبغاړی نصرت الله عسکرزاده، لا هم عسکرزاده، خو توپ کې هومره پاور قدرت نشته. توپ آهسته آهسته رسېږي بیرته د امو د عینومینې لوبډلې لوبغاړو ته. توپ د مرکزي برخه کې په چپه پښه باندې نه رسېږي د عینومینې حمله کوونکي لوبغاړي ته. لهم پر ابي رنګو جامو کې راځي مداخله کوي اوومه شماره لوبغاړی. یو څه بیا هم فرصت، فرصت، موقع، لهم موقع شته احمد نبی مقدس ته، خو افاس ورکوي. لهم د عینومین لپاره هغومره جالبه نه، هغومره جالبه نه ښکاري. هغه پاور، هغه قدرت، هغه سرعت پکې نه ښکاري چې تر څو دې توپ د رستم رحیمی له ګلوزونو څخه تیر او د دروازې پر منکل باندې خپلې لاسونه یا ور ورسوي. توپ دې د لاسونو څخه تیر سي، ډیر آهسته وهل کیږي. فوټبال د ذهن تر څنګ قوت ته هم ضرورت لري. خطا نیول کیږي د امو، بلکې د عینومینې په نفع، چې د توپ تر شا دویمه شماره لوبغاړی الا درمان ولاړ دی. لوبه پیل شوله، هغه لحظه، هغه صحنه دغه وه چې وینه کړه شو د خراسان دروازه خلاصه کی. له هم توپ اختیار کې لري، یو په یو کوم یو پیاوړی کیږي. لوبسار لخوا بیرغ جګ شو، خطا تر سره شوله. د میدان په مابین کې چار طرف ته پر تورو جامو کې بیا لوبساران د روانې لوبې پریکړه کوي. لوبه پیلوي د خراسان لوبډلې لپاره احمد فرهاد. ګورو چې احمد فرهاد باتور به څه ډول لوبه پیلوي. توپ لوړ ولوبېده مستقیما د عینومینې پر ځمکه باندې. هلته یوازې دوی یو مهاجم لري، یو حمله کوونکی لري. هغومره ښه نشته څوک چې سره ملګرتیا وکړي. د سرو جامو خاوندان یو څه پیاوړي ښکاري خراسان لوبډلې ته. په مرکزي برخه کې لنډ سره کار کوي، څومره ښه درېول کوي. توپ یو ځل بیا رسېږي د دوی تر لوبغاړي پورې. ګوري چې څنګه ترې استفاده کوي. لهم فرصت شته، هیڅوک نشته، بالکل رستم رحیمی څومره د جقت څښتن دی. لوړه ونه لري، لوړه تنه لري،
یو ځل بیا فرصت دلته یو څه د امو لوبډله پیاوړې ښکاره شوله پرې نهخود تنها چې توپ د دوی تر ګوله پورې راورسېږي مستقیم توپ ده د علیزي تر خپو پورې ورسېده علیزی په شنو رنګو کالیو کې د عینو مینې لپاره ګول ساتنه کوي د میدان مرکزی برخه لنډ کار کوي سره توپ آهسته آهسته د میدان چپ اړخ ته د میدان مرکزی برخه کې عینو مینې لوبغاړي دویمه شماره علا درمان لا هم درمان توپ اختیار کې لري ګورو چې چاته لوبوي لا هم توپ د ده پر اختیار کې سته توپ د میدان په چپ اړخ کې فرصت په لاټه کې د میدان راسته اړخ ته لوبه آهسته آهسته روانه ده فرصت یو ځل بیا د امو لپاره د سرو جامو خاوندانو لپاره دوه لوبغاړي درې ول کړل خو نه توانېږي له دوه لوبغاړو څخه توپ نشي تېرولی تر خپل ملګرو پورې توپ اوس نو آهسته آهسته یو څه لحظه مداخله وکړله خو بیرته د امو لوبډله بیرته د عینو مینې لوبغاړي توپ اختیار کې لري خطا نسته لوبغاړی خپله پر ځمکه راپرېوتې فرصت خو څوک نشته چې ملګرتیا وکړي توپ لرې کوي خراسان لوبډله د خپل د ګول له مخې څخه د خطر له ځای څخه د خپل کور له مخې څخه یولسمه شماره لوبغاړی رمضان محمدي توپ هغومره ښه نه و هومره ښه فرصت چانس نه و تر څو توپ تر خپل ملګري فرید احمد پورې ورسوي تر دغه څیرې پورې فرید احمد ته توپ هغومره ښه ونه رسېده تر څو یو لحظه خطر هم جوړ کېده امو لوبډلې لپاره اوټ به ترسره کېږي د سرو جامو خاوندانو لپاره څومره د مینې لحظه څومره د مینې هغه صحنې سره جامې او د ابي رنګ جامې لوبغاړي په یو میدان کې یو بل ته ریسپیکټ مومنټ ورته چې وایي هغه دواړه له یو ځای څخه وبوسکي هیڅوک تر خپل کوره پورې نه ستنېږي نو والیبال د مینې محبت او د ورورګلوي په موخه را جوړه شوې اوس نو ګورو چې ده اوټ لپاره د سرو جامو خاوندان عینو مینې په اختیار کې اوټ به ترسره کېږي د روانې لوبې پوره دېرش دقیقې ترسره شوې دي هیڅ کومه لوبډله نه ده توانېدلې چې د یو بل دروازه دې خلاصه کړي لوبغاړی پر ځمکه باندې راپرېوتی ډاکټر به ورځي حتما درملنه بې کوي ګورو چې د رمضان محمدي ستونزه څه ده چې پر ځمکه راپرېوتی لوبسار د هغه تر څنګ خلیل احمد هغه هم ورسره ولاړو همدارنګه حتما په خپله پښه کې یو څه درد احساسوي هغومره به هم جدي نه وي فوټبال کې دردونه غورځېدل پهلوانۍ هر څه ممکن دي هر څه کېدلی شي ځکه د دغې لوبې خوند هم پر همدغه کې ده پر جالوبه صحنو کې ده په فرصتو کې ده کابل نړیوال لوبغاړی ګورئ تاسې ته چې په څومره ښکلي بڼې سره روان د اتلانو لیک دریم پړاو سیالۍ پکې ترسره کېږي تاسې هم کولی شئ درنه اورېدونکو که چیرې کابل کې یاست تاسې د کابل نړیوال لوبغاړي ته لوبه له نږدې څخه وګورئ خپل لوبغاړي له نږدې څخه تشویق کړئ فرصت یو ځل بیا چانس د امو لپاره مداخله یې وکړله اجازه یې ورنه کړله د عینو مینې لوبغاړو لپاره خلیل احمد چې خپل ځان یې کنټرول نه شو کړلی یو څه پر ځمکه باندې راپرېوته هماغه و چې د خراسان لوبډلې مداخله وکړله او توپ د کارنر پر لور اوس نو کارنر د سرو جامو پر نافه کارنر همیش خطرناک وي لنډ کار کوي ګورو چې له دغه فرصت څخه څنګه استفاده کوي توپ یو څه لوړ ولوبېده نه عمره چندانې ښه نه و اصلا جالبه نه و ښه فرصت و د امو لپاره خو دوی هغومره ښه ترې استفاده ونه کړله عمره ښه ګټه ترې وانخیستله کارنر زیاتره وخت خطرناکه تمامېدی شي یو ځل بیا فرصت یو پر یو یو پر یو د خراسان لپاره او دا هم ګول وهله ګول 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 څه یو صحنه دغه ته زرین فرصت وایي ده ته خوشحالیانی وایي دغه څهره پنځلسمه شماره لوبغاړی فرید احمدو د امو دروازه یې خلاصه کړله په زړه پورې ګول وهنې ترسره کړله اشتباه کوي څومره اشتباه کوي د سرو جامو خاوندان وګورئ یو لحظه پر دغه ځای کې الله درمانو چې اشتباه یې وکړله تکي تنها سو آف سایډ هم نه و ونه توانېده علی زاده چې دغه توپ مخه ونیسه مستقیما توپ لاړه ځان یې له جالۍ سره سریخ کړ د اموس
یو سفر پاتې شوله، خراسان ترې مخکې شوله. په داس حال کې چې د توپ پیصدي هم له دغو سرو جامو خاوندان سره وله، څومره زرینه استفاده یې وکړه، څه یو طلایي چانس څخه استفاده وکړه. آبي رنګو لوبغاړو اوس به یو څه انرژي اخلي، اوس به یو څه پیاوړی راګرځي. امید فوټبال د صحنو لوبه ده، همیش په هره صحنه کې دوی تغییرات راوستلی شي. اوس نو عینو مینه صفر او خراسان یو. ګورو چې د دغه بدیل به څه وخت عینو مینه واخلي، څه وخت به د خپل ګول بدیل ترسره کړي، څه وخت به بیرته د خراسان دروازه خلاصه کړي. شپږمه شماره لوبغاړی خلیل احمد و چې پر ځمکه راپریوتی ده، اوټ به ترسره کیږي د عینو مینې لپاره. یو څه لوړ لوبه وي، فرصت شته. هغومره ښه چانس نه و، هغومره ښه شوټ نه و تر څو د خراسان دروازه را خلاصه کړي. رستم رحیمي لوبه به پیلوي د خراسان لپاره. خراسان ته یوازې یو فرصت په لاس ورغی، هغه هم فرید احمد ته، او هماغه و چې د عینو مینې دروازه یې خلاصه کړله. دغه څهره تاسې هم بار بار ګورئ، اوس نو خوښ ښکاري، څهرتن هم ښکاري، با انرژي ښکاري، پیاوړی ښکاري، ځکه چې لوبډله یې یو ګول مخکې کړله. ځکه چې لوبډله یې اوس با انرژي لوبېږي نسبت عینو مینې ته. خو فوټبال د صحنو لوبه ده، لا هم د عینو مینې سره پوره چانس ده. نوي دقیقې لوبډله، هره لوبډله کولی شي د لوبغاړي په کونج کې د دوو لوبغاړو تر منځ یو ډول پهلواني روانه ده. بالاخره یې اوټ ترسره کیږي. به ګورو چې د کومې لوبډلې پر نفه کارنر ده. البته بهترینه چانس، ښه فرصت د خراسان لپاره. اوس به رمضان محمدي د توپ تر شا ولاړ دی. ګورو چې له دغه فرصت څخه رمضان محمدي څنګه استفاده کوي. البته فول نیول شوی و، خطا نیول شوی و، کارنر نه ده، خو ښه فرصت ده د خراسان لپاره، ښه چانس ده د دویم ګول ترسره کېدو لپاره. ګورو چې څه ډول یې کاور کوي، څه ډول یې مخه کوي عینو مینه. رمضان محمدي د فوټبال د فدراسیون د کارمندانو مسؤلیت ده هم مخته وړي، هغه بیرغ بیرته پر خپل ځای باندې ږدي. ګورو چې رمضان محمدي لنډ کار کوي له خپل ملګري سره، د لوبسهار لخوا به حتماً اشپلاق وهل کېږي. لوړ ولوبېده، فرصت، چانس، چانس، خو نه، عمره جالبه نه و، عمره په زړه پورې نه و. لوبغاړي یو ځای کې ول، یو ځل بیا فرصت، یو ځل بیا فرصت، لا هم فرصت شته. خو توپ آهسته آهسته د اوټ په طرف، کارنر نیول کېږي، کارنر نیول کېږي. دویمه دومره شماره لوبغاړی علا درمان هم یو لحظه حیرانه پاتې، څه ډول توپ کارنر ته لاړ، خو د دوی له پښو سره تچیږي او مستقیما توپ د اوټ په طرف ځي چې د لوبڅار لخوا کارنر نیول کېږي. 55مه شماره لوبغاړی علي زای به ګول ساتنه کوي د عینو مینې لپاره. فرصتونه دي، اوس نو ښه چانسونه دي، دا چې خراسان به ترې څنګه استفاده وکړي. دغه ځوان، دغه څېره به نن ګول ساتنه کوي. تر دې مهاله خپله لوبډله له یو ګول څخه نه ده ژغورلې. چانس، فرصت، توپ آهسته آهسته لرې کېږي له درو لرې څخه په زړه پورې شاټ. خو هغومره جالبه نه و، یو څو کمه فاصله سره له ګول څخه تیریږي. توپ آهسته آهسته علیزي لوبه پیل کړله. علا درمان لا هم توپ د میدان په مرکزي برخه کې. عینو مینې لوبغاړي توپ د خراسان پر ځمکه باندې، د سرو جامو خاوندان لا هم توپ پر اختیار کې لري. نولسم لوبغاړی سردار محمد مستقیما ګلوزونو ته رسیږي. لا هم تر دې مهاله خراسان لوبډلې ګول ساتونکي رستم رحیمي ښه ساتنه کړې ده. دغه څهره په 1.5 دقیقو کې تر اوسه د عینو مینې لوبډله نه ده پرېښې چې دوی دروازه دې خلاصه کړي. هماغه فرصت یو ځل بیا تکرارېده، خو
خدا ازلی و نه رسیده څومره لاند کار کوي کله ناکله لنډ اشتباه هم دې ته سړی مجبوره کیږي تر څو یو څه قرباني ورکړي. آه دا زه لوبغاړی کلک ونیو خو لوبغاړی ښه ده لو بیرته پیلیږي. څلرمه شماره لوبغاړی د عینو مینې حکمت الله فیضي توپ د میدان په مرکزی برخه کې د سرو جامو خاوندان توپ هم په اختیار کې لري. محمد نعیم رحیمی له الله درمان سره یو ځل بیا د دوی پر ځمکه باندې دا خراسان پر ځمکه لا هم توپ د عینو مینې لوبغاړو سره فرصت لري چانس لري خو عمرکه لا هم توپ ستا د دوی پر اختیار کې څه پرله پسې فرصتونه دي خو عمرښه نه راځي څومره ډېر فرصتونه دوی میس کوي. خو شک نشته که چېرې دوغوی له دغه فرصتونو څخه ښه استفاده وکړي حتما به د ګلونو خپل قصتونه اخلي. لا هم فرصت د خراسان پر ځمکه د خراسان پر ځمکه یو ځل بیا چانس موقع رستم رحیمي و چې مداخله وکړه یو ځل بیا فرصت بهترین چانس آف ساید ګول خو آف ساید دا بای لوبسار بیرق د اسمان پر طرف اوچت سوی و پرې نښدل چې یو لحظه سلیبریشن وکړي د سرو جامو لوبغاړی پرې نښدل چې دوی دې یو ځل بیا دغه جشن د ګول وهنې ولمانځي. دغه صحنه تاسې وګورئ دغه تکرار دغه ځای کې کله چې سایټ نیول شوی و بالکل هماغه 1-0 اوس نو خراسان مخکې ده له عینو مینې څخه. عینو مینه فرصتونه زیات لري خراسان هم لري څه نه څه د توپ اختیار مساوي ښکاري یو څه پیاوړی ښکاري د سرو جامو خاوندان یوازې فرصت دې ته پاتې شي چې دوی ترې ښه استفاده وکړي ښه منیجمنټ ښه همغږي په خپل مابین کې وکړي. لرې دې نه وي چې خراسان دروازه به ډېره زر خلاصه سي نه رسیږي د دوی تر حمله کوونکي لوبغاړي پورې. د میدان په منځنۍ برخه کې دفاعي لوبغاړي توپ آهسته آهسته یوویشتمه شماره لوبغاړی رومان حمیدي لا هم رومان حمیدي توپ د ده پر اختیار کې لوړې ولوبه و هلته یو دوه لوبغاړي د هغومره فرصت نه څو ځلې د دوی د خطر دروازې پورې توپ رسیږي د خراسان خو پر ګول نه ورته بدلیږي او ترسره کیږي د عینو مینې لپاره لنډ کار کوي. د میدان په مرکزی برخه کې لا هم د خراسان پر ځمکه باندې 15مه شماره لوبغاړی محمد نعیم رحیمی و پیاوړی ښکاري رستم رحیمی دی چې د میدان په هر طرف کې توپ په خپلو ګلوزونو کې کک کلک ساتي. تر دې مهاله عینو مینې لوبغاړو ته فرصت په لاس نه ده ورکړی چې د دوی دروازه دې خلاصه کړي. توپ آهسته آهسته رسیږي یو ځل بیا فرصت نه هغومره جالبه نه و چې د عینو مینې لوبغاړي لا هم توپ د دوی پر اختیار کې توپ د میدان په مرکزی برخه کې راځي مداخله کوي لا هم توپ پر اختیار کې شته توپ د دوی له اختیار څخه نه ده وتی یو څه لوړ ولوبېده توپ د میدان په چپ اړخ کې ګورو چې لوبغاړی رسیږي که نه. تر هغه خو د خراسان لوبډلې لوبغاړی بریالي ښکاري توپ مستقیم د اوټ پر طرف ځي. ګول ساتونکی رستم رحیمی مو لوبه پیلوي د خراسان لپاره یو څلوېښت دقیقې روانې دي. د نوملۍ پانۍ د نوملۍ اننګس څلور دقیقې پاتې خراسان تر دې مهاله د خپل غمه خوړلې ده خپله کارګردګي یې ترسره کړې ده ورو چې د دغه ګول بدل به په پوره پاتې درې یا څلور دقیقو کې به دغه عینو مینې لوبغاړي به ترسره کړي که نه وابېخلي که نه فرصت چانس یو ځل بیا د سرو جامو لپاره ګورو چې له دغه فرصت څخه څنګه استفاده کوي وروستۍ شیبې دي. خو هلته دفاعي لوبغاړي یو څه بریالي ښکاري د خراسان لوبډلې اوټ به ترسره کیږي. خلیل احمد ورزی د عینو مینې لپاره به اوټ ترسره کوي لا هم فرصت شته خطا نیول کیږي خطا ترسره شوله کومک داور یا هم ماوین لوبڅار خطا ترسره نیونکې اوه څومره یو په زړه پورې بلکل له خپل ټول پاور نه استفاده وکړله دغه واویاومې شماره لوبغاړي رشید نظیری
پزړه پوره شوټی تر سره کړ. هیڅ نو پات چې دوی دروازه دی د خراسان اور خلاصه کی بیا مقابل طرف ته پر ځای هڅه وکړه. رستم رحیمی لهم څو ثانیې څو دقیقې شته د نومړنې پاڼې توپ د دفاعي لوبغاړي پر اختیار کې آهسته آهسته مرکز ته راځي. د سرو جامو خاوندان توپ د دوی پر اختیار کې ګورو چې پاتې فرصتونه څخه څنګه استفاده کوي. د خراسان لوبډلې حمله کوونکو ته یوازې یو فرصت په لاس ورغی او له هماغه یو فرصت څخه یې بهترینه استفاده وکړله او یو ګولې مخکې شول له عینو مینې څخه. بل طرف مقابل لوبډلې ته بله خورا ډېر فرصتونه په لاس ورغلل خو هغومره ښه یې ترسره نه کړه. ترې ښه استفاده یې ونه کړله. محمد نعیم رحیمی لهم نعیم رحیمی د میدان په مرکزی برخه کې توپ آهسته آهسته ملګرتیا کوي له سردار محمد سره. یو ځل بیا توپ سردار محمد د میدان په چپاړخ کې مداخله کوي. څه روان دي؟ لا هم سردار توپ پر اختیار کې لري. فرصت یو ځل بیا فرصت خو نه عمره جالبه نه و. توپ د آوټ پر طرف نه بلکې کارنر به ترسره کیږي. کارنر مونږ مخکې هم ویلي چې همیش خطر ایجادولی شي. د نوموړی پاڼې پورې یوازې یوه دقیقه له دغه فرصت څخه به د سرو جامو خاوندان څنګه استفاده وکړي مونږ هم شمارو. یو لا هم فرصت خو نه عمره جالبه عمره جالبه نه ترسره کوي. لا هم توپ د دوی په اختیار کې. یو ځل بیا سردار محمد په زړه پورو نه رسیږي توپ پرله پسې د شاټونو هڅه کوي. توپ اوټ ته رسېدلی و. توپ اوټ ته تللی ده. اوس به نو رستم رحیمی د خراسان لوبډلې لپاره به لوبه پیلوي. توپ د میدان په مرکزی برخه کې آهسته آهسته د عینو مینې پر ځمکه باندې پر دوی تر ګول ساتونکي ګلوزونو پورې رسیږي. لنډه ملګرتیا کوي. لا هم فرصت و ښه چانسونه وله چې تر دې مهاله عینو مینې له لاسه ورکړ. د روانې لوبې به یوازې دوه اضافي دقیقې په دوه دقو کې به عینو مینه خپل د دغه ګول بدل واخلي که نه. د میدان په مرکزی برخه کې علا درمان له خپل ملګري سره لنډ کار کوي. ګورو چې وروستۍ دقیقې به سید رؤوف سادات له خپل ملګري سره د خراسان پر ځمکه باندې توپ تر سردار محمده پورې رسېدي. یو ځل بیا فرصت چانس خو نه رسېږي لوبغړي ته. یو څه تر هغه توپ چټک د اوټ پر طرف باندې یوازې یوه دقیقه نوره. پیلوي اومه شماره لوبغاړی د خراسان لوبډلې شمس الله سید تو آهسته آهسته الا درمان ته رسېږي. د عینو مینې دفاعي لوبغاړی چېرته چې مخکې په دفاع کې پاتې راغی او هماغه و چې خراسان هم ګول وهنه پې ترلاسه کړله. وروستۍ دقیقې د اخرین دقیقې وروستۍ صحنې روانې دي. اف سایډ هم نه و خو د فرصت هم هغومره نه و. صحنه کومه چې له جالبیاتو څخه ډکه وي. رستم رحیمی په وروستیو کې توپ تر خپل ګلوزونو راخلي. نه غواړي چې خپل لوبغاړي هم ستړي کړي ځکه دوی یو ګول پیاوړی دي. یو ګول مخکې روان دی له عینو مینې څخه. توپ تر هغه پورې نه رسېږي تر لوبغاړي پورې نه رسېږي او به ترسره کیږي د سرو جامو لپاره د عینو مینې لپاره. عینو مینه لنډ کار کوي پر خپله ځمکه باندې. دفاعي لوبغاړي توپ د دوی پر اختیار کې ده. اعلی درمان آهسته آهسته له ځان سره روان دی. ګورو چې یو څه د میدان چپاړخ ته له خپل ملګري سره دا نوموړی پاړی پای خراسان یو عینو مینه صفر. درنو اوریدونکو ورزو د مازدیګر د لمانځه اذان او له اذانه وروسته وقفه او له وقفې نه وروسته دا دویمې پاڼۍ ژوندۍ بهیر له موږ سره مه هېروئ.
با سلام مجدد، نیمه دوم بازی را تماشا میکنن خراسان فاریاب در مساف تیم اینومین کندهار و نیمه اولی که با حساب 1-0 به سود خراسان فاریاب همراه شد. خراسان فاریاب با گل فرید احمد نیمه اول را پیش افتاد. حالا ببینید در نیمه دوم چه اتفاقات در پیش خواهد بود و چه تغییرات خواهد داشت دو تیم. تیم فوتبال خراسان و اینومینه ببینیم با ترکیب اولشان هست یا تغییرات، اگر همکارا لطف کنن. بله، ملت علیزه از گل گرفته شده و به جای او منظور احمد خلیفه به ترکیب برگشت. گلکیپر اول تیم فوتبال اینومینه کندهار یک برخورد و دو بازیکن روی زمین هستن. وضعیت هر دو بازیکن باید رسیدگی شد. شماره 8 هم از بازی گرفته شد و یاقوت پوپل شماره 7 به عنوان فوروارد به ترکیب اضافه شد. روی زمین هم هست شفیق الله بازیکن شماره 17 که تازه به میدان آمده. وضعیت بازیکن رسیدگی میشه و دکتر معراج رفته تا او را دوباره آماده بکنه برای برگشت به بازی. آب و هوای کابل مناسب حال بازیکنان و وضعیت امروز رقابت در این فضای تماشایی و دیدنی برگزار شده. هواداران زیادی آمده به استادیوم و از نزدیک بازی رو تماشا میکنن. این شماره هواداران و در سمت دیگر از میدان هم هست. روی زمین راشد نظری بود که افتاده بود، شماره 77 دوباره برخاست و کارت زرد هم نشان داده شد. کارت زرد به نویدالله مرادی فکر کنم نشان داده شد، حتما برنامهش خواهند گذاشت همکاران که کی کارت زرد گرفته یا هم شماره 9. رامین احسان کارت زرد شب میشه. رامین احسان کارت زرد گرفت در این لحظات و بیرون از میدان خواهد رفت و با وضعیتش رسیدگی شود و از کنار میدان دوباره شروع خواهد کرد. پنالتی هم که برای تیم فوتبال اینومینه گرفته شده مقابل دروازه تیم فوتبال خراسان. از پنالتی ببینید چگونه استفاده خواهند کرد. ضربه پنالتی را خواهند زد. این ضربه پنالتی آرام و نتیجه میشه 1-1. اهل‌الله درمان مطلوب ضربه زد و پنالتیه که نتیجه را 1-1 میسازد در دقیقه 49. گلی که به ثمر رسید و نتیجه میشه 1-1. حالا اینومینه در نیمه دوم همیشه که کامبک داشته بیشترین کامبک را رو ببینید در نیمه دوم چگونه کامبک خواهد زد. این لحظه رو ببینین. این گونه مطلوب آرام ضربه زد برخلاف حرکت گلکیپر خراسان. توپ رفت داخل دروازه جای گرفت. در کناره ها بازیکنان تیم فوتبال خراسان فاریاب صاحب توپ هستن. تو به نفع ستاره های تیم فوتبال اینومینه کندهار متوقف میشه.
ضربه آزادی که اهل الله درمان میزنم و میفرستم مستقیم روی دروازه، ولی نه مقدس دانست کنترل بکنن هم تیمیش و توپ رفت به بیرون و به اوت گل بدل شد. اهل الله درمان نتیجه را یکی یک ساخت از روی نقطه پنالتی. نتیجه که برنامهش گذاشتم شد دقیقه 32 فرید احمد گل زده بود. در دقیقه 49 هم اهل الله درمان بازی را مساوی کرد. حالا جناح چپ تلاش کرد یعقوب پوپل، برای توپی که رفت به اوت گول بدل شد. گلکیپر تیم فوتبال خراسان رستم رحیمی صاحب توپ هست. مفرسا بلند ولی ارتباط قطع شد، دوباره برگشت توپ، حالا در خط دفاع یاران خراسان فاریاب. این ضربه بلند در این سمت توپ میرسه به نعید الله مرادی، ولی توپ میگیرن یاران سرپوش میدان، میرسن به دروازه بان شماره یکشان خلیفه. کنار خط حرکت از بازیکن خراسان، ولی توپ را از دست داد. رومان حمیدی تلاش داره توپ بگیره، موفق تر در این لحظه جاول حق نیازی بود، توپ را عبور دادن، ولی اهل الله درمان توپ را کنترل میکنه به خلیفه و خلیفه هم این اشتباه خلیفه و گل دوم. چه اشتباه مرگباری انجام میده منظور احمد خلیفه و نتیجه میشه 2-1. شاید انتظار نداشتن که اینو مینای کندهار گل دریافت کنه. گل دوم را هم فرید احمد به ثمر رساند در دقیقه 53 بازی. ببینین حرکتی که انجام شد، توپ رسید به منظور احمد، یک حرکتی که انجام داد این گونه توپ خواست بفرسته اشتباهی، توپ از پایش جدا شد و فرید احمد با پای چپ توپ را وارد دروازه کرد. همین چهره برای خراسان فاریاب. فرید احمد یک گل زده بود، فعلا در این فصل از رقابت‌ها 3 گل میشه. شماره 15 تیم خراسان فاریاب. حرکت رو به پیش فرید احمد با تمام توان مقابل خود بازیکن حریف را داره، در عرض پاس میده برای همتیمی، فرصت موقعیت، حالا چه کار خواهند کرد؟ ضربه ای دیگر را نمیشکد، دیرک دروازه، حالا آفساید اعلام میکنه، دیر دست داور بالا رفت، آفساید را دیر گرفت داور، بازی جذاب شده. ببینین آفساید برگردیم جریان رقابت. فرصت برای یاران عینومینت، ضربه‌ای که زده میشه و راشد نظری نمیتونه دروازه رو باز کنه. حالا ضربه دیگر و کرنر. عبدالمجید خان رفته برای ارسال کرنر.
ببینه کجا میفرستن. عبدالمجید خان توپ در این سمت، ضربه ای سر و حالا روبان حمیدی در تلاش گرفتن توپ از حریف و کورنر دیگر از جناح دیگر. ارسال توسط رومان انجام خواهد شد، فرستاده میشه، فرصت هست برای یارانه اینو میلای کندهار و خطا، خطای خلیل احمد بادشاه گرفته شد. این لحظه برخوردی که انجام شد دوباره بازی رو متوقف کرد. فرصت هست در جناح چپ، حرکت برای یاران خراسان، فرصت دارن چگونه استفاده بکنه از موقعیتشان. حالا حرکت، یار دیگر از راه میرسه نمیتونه توپ رو بگیره. عبدالمجید خان توپ را کنترل کرد و حالا در سمت چپ میدان زده حمله برای تیم فوتبال عینو مینه کندهار. حرکتی که شکل گرفته راشد نظری سمت چپ تلاش میکنه اما البته یاقوت پوپل بود توپ را از دست داد. پرتاب اوت که برای تیم فوتبال خراسان فاریاب شکل میگیره. شماره از هوادارانی که آمده بودن بر تماشای مسابقه، یک بازیکن روی زمین بود برخواست، حالا پرتاب اوت انجام خواهد شد. بهرام شیرین سخن روی زمین بود. تعویض تا کنون در ترکیب تیم فوتبال خراسان فاریاب نداشتیم. ضربه بلند به خط حمله خراسان، بازیکنان تیم فوتبال اینو مینه کندهار یک گام پیشتر توپ را فرستادن به یاقوت پوپل در جایی که شمس الله حضور داشت. تلاش شمس الله و گلکیپر باید شروع کنه. ضربه بلند خوب دور نمیتونن بازیکنان تیم فوتبال خراسان فاریاب. حالا در این مرحله توپ در اختیار شمس الله بود، حالا بلند نمیرسه به رومان حمیدی و توپی که به کارنر بدل میشه. ارسال کورنر، فرصت هست در این سمت
تو بگی دوباره برگشت دادم میشه با رمان حمیدی یا خود پوپل پاس داد رمان حمیدی خودش پیشتان میاد. فرصت هست برای یاران تیم فوتبال عینومینه کندهار. ضربه با پای پادشاه خوب نچسبید و پادشاهی که توپ را از دست داد. حالا حرکت اهل درمان که توپ را از حریف گرفت از فرید احمد. مثلثی که توپ را برگشت میدن. مثل نیمه اول داور به وضعیت بازیکن حریف رسیدگی میکنه تا کمک بکنه که او بهبود پیدا کنه. در تصویر واضح نشد که چگونه شمس‌الله سعید افتاده بود روی زمین. فرصت برای تیم فوتبال عینومینه کندهار. این ضربه‌ای که زده شد از این زاویه از کنار دروازه و بیرون رفت با فاصله اندک و نمیتونست یک گل زیبا و دیدنی برای عینومینه کندهار باشه. سمت چپ حرکت برای عینومینه کندهار. توپ رسیده به یاقوت پوپل در مقابل خود حریف را داره که شماره 7 حریف یعنی از خراسان فاریاب موفق تر هست در این لحظه. هرچه تلاش کرد یاقوت پوپل نتانست توپ را عبور بده از شمس الله. کاپیتان تیم فوتبال خراسان فاریاب هست شمس الله. حالا برگردیم به جریان رقابت. در سمت راست تلاش مقدس امروز مقدس را و خوبی تانستن کور بکنه بازیکنان تیم عینومینه کندهار. اصلا اجازه استفاده از هیچ فرصتی را به اون ندادن. و خوبی هضمش کردن بازیکنان تیم فوتبال خراسان. میبینید در همین لحظه هم نتونست استفاده کنه از فرصت پیش آمده. هرچه فشار آوردن بازیکنان تیم فوتبال عینومینه. ضربه‌ای به دقت دیگر که زده میشه از بالای دروازه به بیرون میره. تغییر در راه است برای تیم فوتبال عینومینه کندهار. شماره 17 وارد میدان خواهد شد. شفیق الله قرار است به جای سردار محمد زیرک به میدان میاد چون سردار محمد زیرک
هم نتونسته چیز خاصی از خود به نمایش بگذاره و حالا یاران عین و مینه کندهار به دنبال کامک دیگر هستن. ولی تا اینجای کار دو گل دریافت کردن، نتیجه را قبل از بازی با اتک در یک بازی حساس دیگر نتیجه را واگذار کردن. سمت چپ میدان توپ میرسه به بازیکن تازه وارد، حرکت یاقوت پوپل. ببینید از تمام جنایی که توپ به یاقوت پوپل میرسه، شماره هفت حریف از راه میرسه شمس الله و بادشاه صاحب توپ میفرسه برای رومان. نیمه تمام ماند، توپ را دور کرد ضیاءالحق نیازی. سمت دیگر کنترل و برگشت توپ، این ارسال و این موقعیت برای ستاره شماره 11 مقدس، ولی خوب نبود. ببینین کنترل توپ اینگونه زده شد در کناره ها و کراس روی دروازه، ضربه سری که میزنه احمد نبی مقدس، همین چهره. احمد نبی مقدس شوت زن خطرناک است، حرکت میکنه، این ضربه ای که میزنه آرام اما توپ در اختیار گلکیپر قرار گرفت. کم بازی آهسته آهسته جان گرفت در این لحظات بعد از گلی که خراسان به ثمر رساند. توپ بلند در دفاع تیم فوتبال عینومین کندهار، بادشاه صاحب توپ برمیگردانه در جناحی که رومان حمیدی است. رومان حمیدی مقابل خود داره ضیاءالحق نیازی را، رومان پشت سر یک بازیکن اضافه میشه، میفرسته برای عبدالمجید خان. حالا سعید رؤوف سادات جناح دیگر، فرصت هست. حالا یک حرکت چند گام پیشتر، فرصت رومان حمیدی، ولی دست داور هم بالا رفته بود. شفیق حبیبی آفساید گرفت حرکت رومان حمیدی را. ببینین بله آفساید کاملا واضح بود. تغییری که انجام میشه برای تیم فوتباله خراسان، یک یار اضافه شد به ترکیب، شماره 70 عبدالله مکی به ترکیب اضافه شد به جای نویدالله مرادی. نویدالله مرادی با شماره 27 از بازی گرفته شد، یک یار به خط حمله اضافه کرد سرمربی خراسان فاریاب. نتیجه 2-1 فرید احمد دقیقه 32، فرید احمد باز هم دقیقه 53 و سمت دیگر تنها گل عینومینه در دقیقه 49 توسط اهل الله درمان به ثمر رسیده.
فرصت سازی بازیکنان تیم فوتبال عینو مینا، برگشت تو و خطا عبدالمجید خان. خطایی که انجام داد و بازی رو متوقف کرد. ببینین حرکتی که انجام شد این گونه. کنترل تو بر سوی عبدالمجید خان و در برخورد با نصرت الله عسکرزاده. ببینین این لحظه اشتباه منظور احمد خلیفه و گلی که به شکل بنزمایی به ثمر رساند. فرید احمد همیشه بنزما از اشتباهات گلکیپرها استفاده کرده بود و گل میزد. حالا این کار را فرید احمد انجام میده. سرمربی تیم فوتبال خراسان فاریاب در کنار بازیکن خود را خواسته و همراهش هم صحبت میکنه، هم او آب میگیره و در همین لحظات حیدری صحبت کرد با شماره 11. در تصویر هم دیدیم با رمضان محمدی که به چه کارهایی انجام بده. چهره‌ای که در تصویر مشاهده میکنه پشت توپ قرار گرفته شمس‌الله یارشمان، هفت تیم فوتبال خراسان فاریاب هست. بلند میفرسته در جناح راست جایی که به دنبال توپ هست رامین احسان، موفق‌تر هم هست اما محمد نعیم رحیمی اجازه نمیده تعریف که عبور کنه. فرصت هست برای یاران خراسان فاریاب. پشت سر عبدالمجید خان توپ را میگیره. سمت راست میدان توپ اگر برسه به رومان که نرسید و مقدس هم از موقعیت استفاده کرده نتونست. به دنبال توپ هست، حرکت برای عبدالله مکی. مکی بازیکن دیگر در راه نیست. عبدالله مکی و گل! گل سوم! خدای من! گل سوم! تعویض طلایی شماره 70 چند لحظه پیش به میدان آمد و گل زد برای تیم فوتبال خراسان فاریاب. دقیقه 73 بازی. شماره 70 از این موقعیت این گونه استفاده کرد، با پای خود توپ را پیش برد، هرچه تلاش کرد بادشاه ولی پای راست اندکی به توپ ضربه زد، از کنار دروازه‌بان توپ را فرستاد به داخل دروازه و این حرکت که انجام داد خوشحالی کلیان امباپه. این چهره گل زد عبدالله مکی. عبدالله مکی و باید بگویم که عبدالله مکی اولین گلش برای تیم فوتبال خراسان فاریاب در این فصل از رقابت‌ها به ثمر رساند. حرکت از بازیکنان تیم فوتبال عینو مینای کندهار. فرصت و ضربه سر مرتضی جعفری. حالا باز هم بازیکنان تیم فوتبال عینو مینا. اهل الله درمانی که امروز گل زد برای عینو مینای کندهار، یار شماره 2 از روی نقطه پنالتی، گل دوم را در فصل به ثمر رساند برای خودش. حرکت فرید احمد، چه جرأت پیدا کرده فرید احمد، با تمام توان میره به سمت دروازه حریف. کنار خط تلاش دو بازیکن، توپ حالا میره به اوت بدل میشه به سود تیم فوتبال عینومینه کندهار.
و زیر توپ میزنن. بازیکنان عینو مینا و ضربه سر برگشتی از ضیاءالحق نیازی توپ را از دست دادن. حرکت برای راشد نظری. راشد خود صاحب توپ لانگ میکنه سمت چپ و گلکیپر که خوش موفقانه داره. حالا چه کار خواهند کرد بازیکنان تیم عینو مینا؟ توپی که توسط شفقی لوپز گشت داده شده. حرکت هست برای یاقوت پوپال. ضربه دروازه. خراسان فاریاب در نبود سرمربی خود بازی قبلی را برابر تیم فوتبال سرسبز یاشلر 2-0 باگذار کرد. دربی فاریاب را و این هم چهره سرمربی عینو مینا کندهاری که امروز تیمشان تیمی که نشان داده بود و تیم نیست. درست است، البته تلاشای کردن بازی رو بیشتر در اختیار داشتن. حرکت دیگر در آستانه هرتریک و آفساید. بازی رو متوقف میکنه داور و میخواد صحبت بکنه بازیکن. البته کمی تمرکز هم کرد. شماره 15 فرید احمد. کارت زرد برای فرید احمد نشان داده میشه، به همین دلیل که تمرکز کرد کارت زرد میگیره فرید احمد. این چهره شماره 15 نباید در این فرصت ها چنین کاری را انجام بده. دو گله هست، قطعا تا اینجای کار بهترین بازیکن میدان بوده. از نگاه اخلاقی خب کارت هم یک جریمه اخلاقی است. حرکت دیگر عبدالله مکی. عبدالله مکی توپ را از دست داد و گلکیپر که توپ را برمیگردانه. تیم فوتبال عینو مینا کندهار بعد از همین دیدار برابر تیم فوتبال اتک انرژی بازی خواهد کرد. بازی که حالا کار سخت میکنه برای تیم فوتبال عینو مینا، چه بازی جذاب خواهد بود. بازی بازیه که پنج شنبه ساعت 3:45 برگزار خواهد شد. بازیکنان عینو مینا کندهار در تلاش بازگشت هستند، اما فقط یک از گل‌های خورده را جبران کردند. بازی باید ادامه پیدا بکنه به نفع تیم فوتبال عینو مینا. پاس برای رومان سمت راست داره بادشاره. رومان خودش یک حرکت در عرض، خطا به نفع تیم فوتبال عینو مینا گرفته میشه. کادر فنی تیم فوتبال خراسان فاریاب اعتراض میکنه که چرا چنین خطایی گرفته شده. بازیکنشان در روی زمین هست. دوباره ادامه بازی را اعلام کرده و هم بشیر محمدی اعتراض کرد. این لحظه حرکت که انجام شد توپ را زد بازیکن و به همین دلیل، اما دوباره هم ویسل زد به عنوان خطا بیرون محوطه جریمه. معترض است بشیر محمدی، میبینید ناراحت هست با وجودی که تیمشان نتیجه گرفته. حالا دکتر اجازه پیدا میکنه که برای داخل میدان و با وضعیت بازیکن رسیدگی کنه. بازیکن دوباره آماده بازی میشه شماره 11 و بیرون از میدان خواهد رفت.
کوتاه ببینیم بعد از او ضربه آزاد زده خواهد شد. این لحظه برخورد که انجام شد از عبدالمجید خان، ولی کار را داور ادامه داد. فصل سوم رقابت‌های لیگ قهرمانان افغانستان با حمایت مالی انرژی وکتور در میدان سبز فدراسیون فوتبال افغانستان در حال پیگیری است. هم رومان حمیدی پشت توپ قرار گرفت، هم بادشاه. ببینید کدام یک استفاده خواهد کرد. احتمال میره که رومان حمیدی با شوت بزنه به توپ، ولی همچنان بادشاه هم هست. رومان حمیدی، این ضربه او از بالای دروازه که به بیرون میره. حالا گلکیپر که روی داخل جال قرار گرفته و احساس ناراحتی میکنه. دکتر باید با وضعیتش رسیدگی کنه. سیدوف سادات رفته برای انتقاد کردن و داور کاپیتان تیم عینومین کندهار که گویا بازیکن وقت تلف میکنه. ببینین ضربه ای که زده شد، این ضربه بلند و پایش کشیده شده. از کشاله ایران پایش گرفته. حالا ببینید که از این وضعیت چگونه عبور میکنن و آیا آماده میشه یا خیر. عبدالله حیدری هم با بازیکنان تیم صحبت کرد، هم با بهرام شیرین سخن و هم فرید احمد که چه کار باید بکنن. دوباره آماده بازی میشه رستم رحیمی. حرکت هست، فرصت در سمت راست، رومان حمیدی، رومان باز فرصت، ضربه ای که زده میشه به دیوار دفاعی برمیگردن. حالا ستاره های خراسان فاریاب، راشد نظری به توپ ضربه زد. حالا سمت چپ فرید احمد، حرکت فرید احمد و توپی که میرسه به گلکیپر. وزیر توپ میزنه، کنترل توپ از بازیکنان تیم فوتبال عینومینا. پرتاب اوت. پرتاب اوتی که شیرین سخن انجام میده، البته ضیاءالحق نیازی. بازیکنان تیم عینومین کندهار برمیگردانند توپ را. عبدالمجید خان صاحب توپ هست، یار شماره 9 میبره به میانه میدان. حالا صاحب توپ راشد نظری، عبدالمجید خان. فرصت هست برای ستاره های تیم فوتبال عینومینا با فرستادن که توپ را در اختیار بازیکن قرار داد. سید رئوف سادات پرتاب اوت برای عینومینا گرفته میشه. پرتاب اوت را انجام میده یاقوت پوپل و گلکیپر که توپ را جمع میکنه. هشتاد و پنج دقیقه از بازی سپری شد. ارسال بلند در سمت راست، صاحب توپ میشه رامین احسان. در این سمت داره عبدالله مکی رو، ولی به کجا زد؟ با آسمان. بادشاه توپ را کنترل میکنه، توپ در اختیارش است، نمیتونه رمضان محمدی توپ را از او بگیره. اهل الله درمان پاس کوتاه. چند دقیقه از بازی که باقی مانده را از حسن زیسب گزارش بشنوین. این فرصت برای یاران عینومین کندهار، رومان حمیدی فرصت کراس میکنه روی دروازه و توپی که گلکیپر جمع کرد و به خوبی توپ را گرفت.
ډیر زیات مننه سروش صاحب کور مودم عینو مینه د خراسان پر وړاندې او خراسان چې په لومړی کې یو څه ضعیف خو په وروستی کې ډېر پیاوړی راښکاره شول، لا هم توپ د دوی په اختیار کې د عینو مینه په ځمکه، لا هم فرصت چانس له دوی سره شته د څلورم ګول ترسره کولو لپاره. ورسره جنګېږي دوه لوبغاړي، پنځه لوبغاړي د عینو مینه راغلي د دفاع په موخه. ګورو چې څنګه ترسره کېږي، برخورد کوي یو لحظه توپ او د اوټ په لور ترسره کېږي. اوس به نو د خراسان لپاره او ترسره کېږي. رحیم احساس بلکې د عینو مینې لپاره، ګورو چې څوک یې ترسره کوي. یولسم شماره لوبغاړی رمضان محمدي او ترسره کوي د خراسان لپاره. خراسان درې او عینو مینه یو. عینو مینې زیاتره وخت د توپ نیولو یا هم د میدان هغه مالکیت دوی له ځان سره ساتلی و. ډېر ښه لوبې شروع کړې وله، خو د پرله پسې اشتباهاتو وروسته یې لامل دا شو چې دوی درې ګولونه ترسره کړي، درې ګولونه وخوري، درې ځلې دروازه خلاصه سي، ونه توانېدل چې بیرته مقابل لوري ته کوم ګول ترسره کړي. یوازې یو ګول هغه اله درمانو چې په نه څلوېښتمه دقیقې د پینالټي په واسطه سره ګول ترسره کړ. اوس به نو رستم رحیمي لوبه پیلوي د خراسان لپاره. د میدان په مرکزي برخه کې د سرو جامو خواندان لا هم توپ د عینو مینې لپاره د خراسان پر ځمکه باندې. ګوره چې فرصت، لا هم فرصت شته، خطا یو لحظه ترسره کېږي، پر ځمکه را پریوزي د مابینې لوبڅار لخوا خطا نیول کېږي. د عینو مینې لوبغاړی پر ځمکه را پریوتی، یو لحظه یې برخورد وکړ له ضیاء الحق سره. ضیاء الحق اتمه شماره لوبغاړی نصرت الله اسکرزاده و چې د عینو مینې له لوبغاړي سره یو څه ولګېده، هم چې پر ځمکه را پریوت. اوس نو ازاده ضربه، اوس هم لا هم څه چانس ته فرصت شته د عینو مینې لپاره. له دغه فرصت نه به د میدان له چپ اړخه څنګه استفاده کوي. لنډې لوبه وي خو فرصت یو ځل بیا چانس لا هم شته، لا هم توپ لري کوي خراسان لوبډلې لوبغاړي. همو چې توپ مستقیما یو د یو لوب سره د عینو مینې پر ځمکه باندې، افسایډ نه بلکې خطا ونیول شوه د کومک لوبغاړي لوبڅار لخوا. اوس به بیرته د عینو مینې لوبغاړي پر خپله ځمکه باندې لنډ کار شروع کوي. په مرکزي برخه کې لوبغاړي لوبوي، فرصت شته یو ځل بیا چانس د خراسان لوبغاړي دفاعي برخه. لوبغاړي راځي ترسو توپ له خپل هغه مرکزي برخې څخه لرې کړي. خطا نیول کېږي د نصرت الله اسکرزاده. چانس فرصت یو ځل بیا، لا هم فرصت، خو نه عمره جالبه نه و. یو څه لوړولو ګول څخه تر اوسه نه دي توانېدلې د عینو مینې لوبغاړي چې د دوی دروازه دی په کامیابي سره خلاصه کړي، د دوی دروازه دې وټکول شي. نصرت رستم رحیمي تر دې مهاله ښه ګول ساتنه کړې ده، یوازې د پینالټي په واسطه یوازې یو ګول تجربه له ځان سره لري په روانه لوبه کې. د میدان په راسته اړخ کې درې د یو په مقابل لا هم د عینو مینې لوبغاړي اپیل د کارنر لپاره. بالکل کارنر به ترسره کېږي د عینو مینې پر نافه باندې. د میدان له چپ اړخ څخه به د کندهار پر نافه د عینو مینې پر نافه باندې کارنر ترسره کېږي. له دغه کارنر څخه به د سرو جامو خاوندان څنګه استفاده وکړي، لا هم د دوی لپاره فرصت. توپ یو څه لرې کېږي، د خطر له خولې څخه لرې کېږي، آهسته آهسته د مرکز ته راځي. اوس نو چانس فرصت یو ځل بیا د خراسان لوبډلې لوبغاړو ته، خو یوازې دی نه توانېږي چې دغه توپ له ځان سره تکې تنها ویسي. لا هم لوبه روانه ده، پوره نوې دقیقې پای ته ورسېدې، شپږ دقیقې اضافي وخت په روانو شپږ دقیقو کې به خراسان څلورم ګول که یا به عینو مینه د دویم او درېیم ګولونو بدیل به اخلي، بدل به یې ترسره کوي. له چا سره به فرصت وي، لوبغاړی پر ځمکه را پریوتی، ها
حتی با هم دغه چې زر جکسی لزمکه څخه ترسو لپاتې دقیقو څخه عینو مینه څنګه استفاده کوي لوبسار دا عینو مینه لوبغالی ټول ورته راغلی ریسپیکټ مومنټ دا عینو مینه لوبغالی سید روف ساداتو چې لاس ورته ورک راز رمضان محمدی ته ترسو یې لزمکه راپورته کړي او بیرته لوبه پیل شوه اوت د خراسان لوبډلې پر نفر د میدان په مرکزی برخه کې اوت به تر سره کیږي د اسرو جامو پر نفر عینو مینه پر نفر ګورو چې عینو مینه به له روانو پاتې پنځو دقو څخه څنګه استفاده وکړي اصلي فرصت دغه ده چې دوی ترې ښه استفاده وکړي پرې نږدي حداقل یو ګول به دلته واخلي چون اشتباه هم دوی په خپله وکړله ګول ساتونکي اشتباه وکړله د دویم ګول اشتباه دوی څومره په راحتي وکړله هماغه و چې ګول هم وخوړ هماغه و چې د ټیم لای هم ورماته کړله هماغه و چې خراسانیانې لا پسې پیاوړي کړل اختیار دوی ورته ورکړ ځکه د توپ مالکیت په شروع کې په لومړنیو کې له سرو جامو لوبغاړو سره و خو آهسته آهسته د ګول په خوړلو سره د اشتباهاتو سره یې هماغه و چې یو څه یې خپل انرژي له لاسه ورکړله یو څه پاتې راغلله خطا ترسره کیږي د خراسان په نفع پنځمه شماره لوبغاړی یو لحظه مرتضی جعفری و پر ځمکه راپریوت بیرته به لوبه پیل کیږي دغه صحنه فرصت و غوښتل چې د عینو مینې لوبغاړی عبدالله ماجد خان تر خپل ملګري پورې ورسوي خو ونه شو کړلی څنګه داسې زر زر پر ځمکه راپریوځي فوټبال کې هر څه ممکن دي خو د خراسان لوبډلې لوبغاړي نن د فزیک نگانه ولې داسې ضعیف ښکاري زیاتره وخت دوی پر ځمکه باندې راپریوځي چې د لوبغاړي وضعیت بیخي ښه نه ده ډاکتران هم د هغه وضعیت ته رسیدګي کوي غواړي چې ورسي وروسته یې شیبو کې چینج تبدیلي چې څوک به له میدان څخه راوځي پنځلسمه شماره فرید احمد به راوځي د مصطفی کریمي مصطفی کریمي ورزي د خراسان لپاره ښکلی ژیړ مازدیګری په کابل کې ګڼ شمېر نندره چان او لوبه له نږدې څخه ګوري له روانو ګولونو څخه خوند اخلي د هر یو په څېره کې مسکا مینه محبت او د لوبغاړو پر سر باندې خولي ارادي دوی هر یونو د خپل مینهوالو خوشحالولو لپاره لوبه کوي یو لوبغاړی د درد احساس یې کوو هماغه و چې له لوبې څخه رابهر سو نهمه شمار لوبغاړی رحیم احسان و چې یې ونه شو کړی چې پاتې لوبې ته ادامه ورکړي د ډاکټرانو یې وضعیت ته رسیدګي وکړله لوبه آهسته آهسته پیل شوه د میدان مرکزی برخه د سرو جامو خاوندان عینو مینې لا هم پر اختیار کې لازي مداخله کوي خو لا هم توپ د دوی له اختیار څخه ووته د خراسان لوبډلې لپاره نفه یوازې 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 نه کیږي څه پهلواني وسوله د میدان په چپ اړخ کې خطا و د عینو مینې پر نفه د میدان په چپ اړخ کې یو ویستم شمار لوبغاړی لا هم توپ د دوی په اختیار کې شته یو د دوه په مقابل کې یو څه وخت توپ د دوی له اختیار و اوټ به تر سره کیږي د عینو مینې په نفع د سرو جامو خاوندان لا هم فرصت لا هم فرصت د دویم ګول تر سره کولو لپاره او دا یم دویم ګول د عینو مینې لپاره بلاخره یې خپل مینهوال په میدان کې راپورته کړل یو لسمه شماره لوبغاړی د دویم ګول بدیل هم واخیسته هماغه و چې احمد نبی مقدس دروازه د خراسان خلاصه کړله اوس نو دوه د درې په مقابل کې یوازې دغه صحنه څومره ښه توپ ورسوه تر مقدسه پورې شپږمه شماره لوبغاړي ډیر په زړه پورې پاس خلیل احمد چې اوس نو یوازې یوه دقیقه فوټبال لا هم د صحنو لوبه ده لا هم د صحنو لوبه ده لا هم د دقیقې لوبه ده خراسان به خپل وروستی بدیل واخلي که یا به
عینو مینه د مساویلو لپاره قدم اچتوي. که چیرې عینو مینه اشتباه نه وای کړې، لا هم هغه فرصتونه خراسانیانو ته نه وای ورکړي. لرې دې نه وه چې عینو مینه به له دوی څخه پیاوړی مخته روانوله. هماغه ودل چې دوی په شروع کې اشتباه وکړه، په شروع کې فرصت له لاسه ورکړ. یو ځل بیا وروستی فرصت د عینو مینه لپاره. خراسانیان بالکل د خطر له صحنې څخه توپ لرې کوي. توپ نو یو څه هماغه چې وروستۍ دقیقې روانې دي. خراسان به هڅه کوي چې د خپل وروستي ګول ساتنه وکړي. یو څه چټک لوبیږي د عینو مینې لوبغاړي، د سرو جامو خاوندان صحنې نه مس کوي، فرصت له لاسه نه ورکوي. بل طرف ته د خراسان لوبډلې یوازې غواړي چې توپ د خپل ګول د خولې له څخه لرې کړي، تر څو د خپل وروستي ګول د مساوي کېدو لپاره هغه فرصت چې عینو مینې ته مساوي کېږي د مساوي لپاره دوی اخلي ورنه کړي. د میدان په مرکزی برخه کې د خراسان په ځمکه د عینو مینې لوبغاړي وروستی ګول به ترسره شي کنه؟ څه به ترسره کیږي؟ توپ د دوی په اختیار کې یو لحظه مداخله کوي، لا هم توپ د دوی پر اختیار کې سته، فرصت جوړوي، چانس جوړوي، مثلث جوړوي، نه تاواني کیږي. خراسان لوبډلې یو ځل بیا توپ د خپل ګول له خولې څخه لرې کیږي. توپ مستقیما د ګول ساتونکي تر پښو پورې ورځي. هغه ګول ساتونکي چې په دویمه پاڼه کې یو څه اشتباه وکړله، هماغه چې غوښتلې لوبغاړي ترېول کې خو ونه توانېده، هماغه چې د دې په اشتباه سره ګولونه هم وخوړله. وروستی کارنر صحنې یوازې د وروستی فرصت د سرو جامو د عینو مینې لپاره څنګه بهتر استفاده وکړي. رستم رحیمي وبژغوري د خراسان دغه وروستی ګول یا نه؟ یو ځل بیا فرصت، لا هم فرصت شته، خو څه کوي؟ خو نه توانېږي، په شوټ کې هغومره پاور نشته. لا هم مینهوال چکې ورته وهي، لا یې هم تشویقوي، ځکه ټول ځوان لوبغاړي دي. همدغه ده چې د افغانستان آینده، د افغانستان ملي ټیم به له همدغو لوبغاړو څخه یو ورځ جوړېږي. او دا هم وروستی مثال د داور لخوا، د لوبغاړي لخوا. یو طرف ته آبي رنګي لوبغاړي خود خوشاله احساس، بل ته د سرو جامو لوبغاړي یو څه د خفګان احساس، ځکه چې لوبي په کنټرول کې وړه، خو لوبي له کنټرول څخه ور کړه. اوس نو خراسان درې عینو مینه دوه لوبه خراسان ته پرېښودله. له جذابیت څخه ډکه لوبه وله، بهترینه لوبه ترسره سوله. هماغه و چې فرید احمد په 350 فرید احمد په 23 دقه کې د خراسان لپاره دوه ګولونه ترسره کړل. اله درمانو چې په 49 دقه کې یوازې د پینالټي په واسطه لومړنی ګول د عینو مینې لپاره ترسره کړ. اوس نو پرانوي بلکې په 49 دقو کې تاسې د 50 ګولونو شاهدانو چې درې خراسان او دوه عینو مینې ترسره کړل. تاسې ژوندی بهیر په آریانا تلویزیون باندې وکته. زولنډ شانته دماخلو تر دمې وروسته موږ سره پاتې بیرته راستنیږو.